سلام، چاکرم، شهروزم، اومدم با یه ویدیوی خفن دیگه و این دفعه میخوام تجربیات استفاده از یکی دیگه از کفشامو بگم، اما با این تفاوت که این کفش مخصوص بسکتباله و بچه های بسکتبالیست. قبل از اینکه بریم این کفش خفنو نزدیک ببینیم و دیتیلاشو براتون توضیح بدم، ازتون خواهش میکنم اگه با پیج من حال میکنید، اگه میخواید فعالیت های من قوی تر و بهتر بشه، حتما از من حمایت کنید. این کلید پایین رو سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای جدیدم با خبر شید، لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت کنید که هرچی دارم از شما دارم. خب بریم ببینیم این کفش خفن چی میتونه باشه و از کدوم برند میتونه باشه. خب من بسکتبالیست نیستم، ولی خب بسکتبال بازی میکنم، حالا به صورت استریت، نه خیلی حرفه‌ای و نه خیلی تکنیکی، اما خب همیشه دنبال یک کفش بودم برای اینکه بتونم کارو در بیارم دیگه. حالا فنسی میریم با بچه‌ها بازی میکنیم، دنبال کفشی بودم که برای بسکتبال، یعنی مخصوص بسکتبال باشه، قابلیت‌های یک کفش برای بسکتبال رو داشته باشه و استایل خودش رو هم داشته باشه. و بله، انتخاب من ایر جوردن 34 یا ایر جوردن 34. تجربه‌ای که من از این کفش داشتم بی‌نظیر بود که بریم با هم در اشتراک بذاریم. این استایل کفش ایر جوردن 34 هستش که شما می‌بینید، این تیپ کفشه و خب قابلیت‌های بی‌نظیری داره که می‌ریم با هم ببینیم. بخوام شروع کنم، خب خیلی ویژگی داره این کفش. یکی اینکه وزنشه، بسیار کفش سبکیه. دلیلش هم اینه که دور تا دور کفش، یعنی رویه کفش در واقع یه حالت توری توری داره، حتی پارچه‌ای هم نیست. خب همین خیلی به وزن کفش، یعنی به سبک بودن کفش کمک کرده و از داخل یه لایه پارچه خیلی نازک. اگه شما الان ببینید اینجا خالیه، ولی این قسمت دو طرف کفش یه لایه خیلی نازک کشمانند داره که حالت ارتجایی داره و وقتی که شما قدم برمیدارید یا حالا جامپ میزنید، اون هم با حرکت شما شکل میگیره و باز و بسته میشه. نکته دیگه که این کفش داره، بندای این کفشه، همینجور که میبینید بندای این کفش برخلاف کفشای دیگه گرد نیست، حالت تخت داره بندای این کفش و این خیلی مهمه. شاید در نظر خیلی یه چیز چرت و پرت باشه، ولی از نظر من خیلی مهمه، چون وقتی که شما گره میزنید و بندو میبندید اونجا متوجه میشید. خب پیش اومده برامون که وسط بازی بنده کفشمون باز شد، حالا این خودش ضد حاله. به خاطر همین این ویژگی این بند باعث میشه که کامل گره بخوره، یعنی وقتی شما گره میزنید بندتونو کامل تو همدیگه فیکس میشه. نکته بعدی که این کفش داره، این تماما این قسمت از داخل و از بیرون تقویت شده که حالا یا حالت میشه گفت ضربه گیر داره. قطعا جلوی کفش قسمت انگشتا همینجوری که میبینید با یه لایه نازکی تقویت شده دوباره. و بریم سراغ زیره این کفش که زیره فوق‌العاده حرفه‌ای و یکی از دلایلی که من این کفش رو برای بسکتبال انتخاب کردم همین بود که اصلا این کفش مطمئن باشید قطعا و 100% برای بسکتبال پلی کردن ساخته شده. همینجور که میبینید اینجا ما یه حالت این قسمت زیره کفش باز هستش که خیلی کمک میکنه به فنری بودن، یعنی همین که این قسمت رو باز گذاشتن خودش کمک میکنه که شما جامپای بهتری داشته باشید، یعنی در واقع یه حالت فنری طوری به کفش میده این قسمت کفش. همین قسمت مشکی که شما میبینید ما بینش یه شکاف کوچیکی بازه که همین باعث میشه این بیشتر به داخل بره و شما پرتاب بهتری داشته باشید، یعنی وقتی که پاتونو از رو زمین میخواید شما جامپ کنید همین یه حالت فنری میدی به پاتون که خیلی نکته مهمیه. ایرای این کفش رو میبینید که از جلو تا انتهای کفش به صورت نقطه نقطه کار شده که همین یه حس بی‌نظیر رو به شما میده وقتی که این کفش رو پاتون میکنید. شما در تمامی کف پاتون به صورت پراکنده این نرمی رو احساس میکنید. همین باعث میشه که شما هم فرود خیلی خوبی داشته باشید، هم جامپ خیلی خوبی داشته باشید.
منظور از خوب یعنی همون نرم بودن، یعنی همون حس خوب، یعنی پاتون به هیچ عنوان اذیت نمیشه حتی اگه مثلا فرودای سختی هم داشته باشید و فوق‌العاده بی‌نظیره. یعنی واقعا شما باید با این کفش فقط پلی کنید تا بفهمید من چی میگم، یعنی تجربه استفاده از این کفش رو باید داشته باشید. تمامی کفش گفتم با یه متریال حالت توری شکل کار شده که خب همین کمک میکنه پا به هیچ عنوان عرق نکنه، چون بچه‌هایی که بسکتبال بازی میکنن مخصوصا اگه جوراب مخصوص بسکتبال بپوشید که حالا ساق دارم هست، همین باعث میشه در اثر ورزش زیاد، در اثر بازی کردن متداوم پاتون عرق بکنه. اما تو این کفش به هیچ عنوان پا عرق نمیکنه به خاطر اینکه هوا کامل در رفت آمده تو این کفش داره. زبونه کفش رو میبینیم که یه جنس خیلی نرمی داره و نازک، خیلی نازکه. لوگوی خود جردن رو داریم. این قسمت های کفش، بذارید من این بندش رو باز کنم، این قسمت های کفش حالت دو تا دستگیره داریم که خیلی کمک میکنه به زمانی که میخواید کفش رو فیکس کنید توی پاتون، و لوگوی خود جردن رو داریم پشت کفش و در مورد زیرش هم که بهتون کامل توضیح دادم. یه قسمت ژلاتینی، قسمت شکست پا، یکی از مهمترین قسمت هایی که شما وقتی میخواید جامپ بزنید فشار وارد میشه به اون قسمت، یعنی وقتی که شما میخواید یه جامپی رو داشته باشید این قسمت پا رو اومده یه لایه ژلاتینی کار کرده، یه ژلاتینی خیلی نرم که همین کمک میکنه به انعطاف بیشتر پا و نرم تر بودن شکست پا. یعنی اون حرکتی رو که شما میزنید این یه حس نرمی به شما میده تو این قسمت پاتون. پس اینم شد این قسمت که میبینید یه لایه ژلاتینی داره. کفش فوق‌العاده بی‌نظیره. من به تمام بچه‌هایی که بسکتبال بازی میکنن و ورزش‌های جامپی انجام میدن، حالا والیبال یا ورزش‌های اینجوری، به خاطر علمی که داره این کفش و به خاطر طراحی بی‌نظیرش که موجب کرده خیلی از بسکتبالیست‌ها روی بیارن به این کفش. استکاک به زمین فوق‌العاده‌ای داره و به هیچ عنوان چه توی سالن چه توی به صورت استریت یا روی همون آسفالت شما بازی میکنید به هیچ عنوان پاتون لیز نمیخوره. استارتای خیلی خوبی با این کفش میتونید بزنید، استوپای خیلی خوبی با این کفش میتونید بکنید و به نظر من بهترین کفش، بهترین ایر جوردن هست برای بچه هایی که میخوان بسکتبال بازی کنن. علاوه بر این که استایل و تیپ خیلی خوبی داره، مخصوصا با شلوارک اگه این کفش رو بپوشید خیلی استایل جوابی داره. خب این بود تجربیات استفاده من از جردن 34، ایر جردن 34 که گفتم شاید کمک بکنه به شما برای انتخاب یک کفش مناسب برای ورزشتون. دمتون گرم که از من حمایت میکنید، خیلی دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید برای ویدیوهای خفن‌تر، ویدیوهای بهتر و کفشهای جدیدتر. بریم استایل این کفش رو توی پا هم ببینیم و خلاص.